آقای واحدی بودجه این بنیاد چقدر؟ ببینید اگر شما فهمیدید دیگران فهمیدن من هم میفهمم. من تنها چیزی که خیلی گشتم یک بندی در قانون بودجه سال 91 پیدا کردم که نشون میده بودجه بنیاد چهید چقدر. اگر هر کدوم از بینندگان عزیز فهمیدن من رو هم راهنمایی کنم. میگه دولت موظف است بابت حقوق رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و کارکنان اهم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدیان و اجرای لایحه جامعه خدمات رسانی به ایثارگران و و و فلان از محل واگذاری سهام و سهم و شرکه شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا اموال و دارایی‌ها یا از محل وجود حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز با تأیید وزیر امور اقتصادی و داری و وزیر مربوطه و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد اقدام نماید. یعنی اینکه هر چقدر تونستن بفروشن و بعدم در مورد بودجه کشور اینو سال‌هاست همه میدونن. دو نکته وجود داره، یکی اینکه معمولا بودجه رو اینطوری می‌نویسن بعد میان یک مقابله نامه‌های بین معاونت نظارت ریاست جمهوری با سازمان‌ها منعقد میشه بر اساس اون توافق‌نامه رو جابجا میشه. نکته دومی که اصلا بودجه هر چقدر باشه شما اگر گزارشات تفریق بودجه که هر سال داره در میاد نگاه بکنید سال 89 گفتن 64% انحراف داشته، یعنی مجلس برای خودش بودجه تصویب میکنه دولت با 64% انحراف اجرا میکنه. سال 90 گفتن 72% انحراف داشته، یعنی واقعیت ببخشید 89 88، یعنی 64 و 72%. یعنی اصلا ما بشینیم اینجا فرض کنیم که مثلا بودجه بنیاد چهید 5 میلیارد تومانه یا 5000 میلیارد تومان، شما 60% رو تصور کنید یعنی میشه 3000 میلیارد تومان اختلافش. همون چه مسلمه شیوه بودجه نویسی در دولت آقای احمدی نژاد به گونه‌ای هست که اصلا هیچ کس جز شخص رئیس جمهور، شخص رئیس دولت نمیتونه درش اظهار نظر قطعی بکنه. یعنی مجلسی ها یک ماه به قول خودشون 3 شیفت کار میکنن از صبح تا ساعت 8 شب، آخرش هم چنین بندی میدن از آقای احمدی نژاد که بره کارخونجاتو بفروشه، هر چقدر فروخ بر اساس تشخیص وزیر دارایی پول بده به اونیا چهید. خودشون میگن حداقل نمیدونم در یه جای 179 تا کارخونه کارگاه داره بنیاد شهید که بعد از قبل اون پول در بیاره. ببینید اون دو تا موضوع، یکی مقدار کارخونجات و شرکت هایی به عنوان درآمدزایی در اختیار بنیاد هست که خود همونها هم میتونه منشأ فساد باشه. اونها درآمدهاش قطعا پوشش هزینه هایی که امروز بنیاد شهید داره نمیده. آقای ابتهی، من دیدم سید جواد ابتهی نماینده مجلس عضو کمیسیون فرهنگی سال گذشته مصاحبه کرده گفته مطالبات معوق بنیاد شهید 2000 میلیارد تومانه. من نمیدونم بودجه چقدره که 2000 میلیارد تومان مطالبات معوق دارن. اون یه موضوع دیگه است. اینجا میگه که کارخونجات دولتی رو بفروشن پولش رو با تشخیص وزیر دارایی بدن بنیاد چهید برای پرداخت حقوق خانواده شهدا. من اینجا یه نکته میگم، واقعیتش تضییع حقی از خانواده شهدا نشه، واقعیتش مردم بدونن این رقم هایی که میگن خدا وکیلی درصد کمیش هم به خانواده شهدا ایران نمیرسه. لذتی که مدیران و سوء استفاده‌ای که میکنن به نام خانواده شهدا است و معشوقه به نام من و کام دیگران است چون قره شوال که عید رمضان است. اما بنیاد شهید قرار بوده است که یکی از مهمترین کاراش رسیدگی به وضعیت معیشت و زندگی خانواده شهدای جنگ باشه، چون که آقای واحدی هم اشاره کردن، یعنی به نوعی سازمان خیریه‌ای که مستقیما از نظر قانونی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و دولت کار میکنه. سازمان‌های خیریه در ایران سابقه طولانی دارن و قانون ناظر بر سازمان‌های خیریه در سال 1337 تصویب شد. قبل از انقلاب صندوق‌های قرض‌الحسنه بیشتر در مساجد بود که شاید اطلاع داشته باشید. بعد از انقلاب تعداد صندوق‌های خیریه چنان زیاد شد که به گزارش مهر در 17 فروردین 89 بیش از 70,000 مؤسسه خیریه قانونی و غیرقانونی در سطح کشور وجود دارد که از این تعداد بیش از 3,000 مؤسسه خیریه در پایتخت فعالیت می‌کنند. درآمدشون چقدره؟ چجوری این درآمد کسب می‌کنند؟ مجید سهرابی یکی از بزرگترین تولید کنندگان صندوق‌های صدقات در کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تنها منبع درآمد مؤسسات خیریه استفاده از صندوق‌های صدقات است گفت مردم به انداختن صدقه داخل صندوق صدقات عادت کردند و این امر موجب رونق کسب و کار صنعت صندوق‌سازی شده. او گفت هماکنون برخی از خیریه‌های تهران بیش از 500,000 صندوق صدقات از ما می‌خرند و توضیح می‌کنند که به احتساب هر صندوق 5,000 تومانی قیمت صندوق‌های تولیدی این خیریه بیش از 2,500,000,000 تومان است. سهرابی عمر مفید یک صندوق صدقات رو بالای 10 سال عنوان کرد و گفت خیریه ها با توجه به آمار سرقتی، مفقودی و جابجایی صاحبان صندوق مجبور به ساخت مجدد صدقات میشن، صندوق صدقات میشن. خب چقدر هست درآمد صندوق ها؟ فقط یکیشو براتون بگم که دیگه افتضاحش باعث شد روزنامه های خود حکومت هم بنویسن. به گزارش خبرنگار اجتماعی مشرق یکی از این خیریه ها که با سوء استفاده از اعتقادات مردم در شهر مذهبی ری فعال است، مؤسسه است که با نام یکی از ائمه اطهار تخلفات عمده ای مرتکب شده. این مؤسسه در سال
درآمدی حدود 14 میلیارد ریال داره که اکثر اونو از طریق جمع‌آوری وجوه صدقات از 100 هزار صندوقی که این مجموعه در سطح شهر تهران توزیع کرده به دست میده. آقای واحدی، خب خیلی وحشتناک این آمارایی که میدن. اصولا شما به عنوان آدمی که سالها به عنوان یک مدیر دولتی و بعد مدیر اقتصادی به ویژه در اون مملکت بودید، فعالیت کرده اید، این صندوق‌های خیریه در وضعیت اقتصاد ایران چه نقشی دارن؟ من گمان میکنم از دو زاویه باید نگاه کنیم. یکی این که به هر حال یک مشکل فرهنگی در ایران وجود داره، یک نوع سوء استفاده از تعلقات مذهبی و اعتقادات مذهبی مردم انجام میشه، روی صندوق می‌نویسن که صدقه 70 بلا رو دفع می‌کنه. به قول بنده خدا میگفتش که یه کاسبی می‌کنن سر خدا کلا می‌ذارن، مثلا 100 تومن پول می‌ندازن تو این صندوق که بعد نخوام برن دکتر 2000 تومن ویزیت بدن، یعنی 1900 تومن سر خدا کلا می‌ذارن به خاطر خودشون. البته واقعا صدقه دادن، کار خیر کردن کار خوبیه، اما اینکه یه سری افراد ناشناخته بیان انجام بدن به نظر من برمیگرده به سیستم غیر شفاف کل حکومت. اینم چیزی نیست که از دست آقایون در رفته باشه، حقیقتش این سیستم حکومتی رو خود آقایون میخوان، یعنی یک حکومت غیر شفاف به ویژه در امور اقتصادی، چون در داخل خود حکومت این مسائل زیاده. به نظر میرسه میگن این سر افراد رو هم سرگرم کنیم، حالا که قراره که سطح بالای کشور 3000 میلیارد تومان بخورن و کش داده نشه، حالا کسی هم 100 هزار تا صندوق توزیع کنه. من با چشمان خودم دیدم آقای فلاحتی در تهران، یه موقع شب رفتم این دکه روزنامه فروشی نزدیک خونمون، یه روزنامه می‌خواستم بگیرم، دیدم یه آقای واسطه یه سیم مفتولی درست کرده انداخته داخل صندوق داره پولا رو میکشه بیرون. اتفاقا صندوق کمیته امداد هم بوده از این صندوق های مثلا خصوصی، چون صندوق های خصوصی معمولا تو خیابان ها نمیذارن، در مغازه ها جاهای دیگه میذارن. ولی ببینید یک، چون اصل کار، حالا اگه پول رو هم جمع کنم ببرن تو کمیته امداد، اونجا هم نظارتی براش وجود نداره. یعنی این نیست که مثلا شما بگیم حالا اگر از دست این آقایی که مفتول انداخته داره پول میکشه بیرون در رفت، تو کمیته امداد حساب کتاب داره. نه، متاسفانه همه جاش به حساب کتابه. این عرض میکنم برمیگرده به سیستم حکومتی غیر شفافی که وجود داره. شما برید در بودجه های خیلی کلان کشور نگاه کنید تا بیاید مسائل خیلی کوچیک. به نظر میرسه در رأس حاکمیت این اراده وجود داره که اصلا مسائل مالی کشور به طور عام غیر شفاف و نظارت ناپذیر باشه. این هم در واقع از حکومت تسری پیدا کرده به مردم. شما خودتون اشاره کردید، حتی قبل از انقلاب هم بنگاه‌های خیریه بوده، ولی واقعا همشون خوشنام بودن، همشون توسط افراد شناخته شده اداره میشد. در صندوق‌های مساجد انصافا افرادی بودن، افراد موجه کار میکردن، با محل خود و مسجد جامع نارمک که صندوق خیری، صندوق صدقات، صندوق وام داشت، قرض الحسنه، خب همه میرفتن مطمئن بودن اونجا پارتی بازی نمیشه، کمک میکردن واقعا قبل از انقلاب مردم، چون طرفی که اونجا نشسته بود و بهرم نداشت اداری انجام نمیداد، واقعا بر اساس احساس تکلیف حالا یا میهنی ملی مذهبی. از اون ور هم هیچ احساس نمیکرد که با نظارت دولتی بالا سرش خدا رو بسنده. خود اینو یکی از تبعات حکومت دینی نمیدونیم شما؟ حتما نمیتونه. اونجایی که من اشاره کردم حکومت دینی رو مضر میدونم اینه که با نام در واقع اعتقاداتی که برای مردم مقدسه. البته من ادعا دارم امروز این تقدس متاسفانه در جامعه ایران روز به روز داره کم رنگ تر میشه. علت هم داره میگم تاسف، برای اینکه واقعا یکی از اهرم های نگهدارنده در جامعه ما که نه قانون وجود داره و نه اخلاق مستقل، چون مذهب من متاسفم که گرایش های مذهبی داره کم میشه، ولی به هر حال همینی که داره کم رنگ میشه وجود داره و حکومت تا روز آخری که هست حتی اگر یک نفر در کشور به این مسائل مذهبی پایبند باشه سوء استفاده اش خواهد کرد. این که من عرض کردم مشکل فرهنگی اولش هست و بعد مشکل سیستم غیر شفاف حکومتی از این جهته. به هر حال حتما وقتی حکومت دینی باشه با پشتوانه حکومت این سوء استفاده انجام میشه. سپاسگزارم سید مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی.